اما خبرنگار صدای آمریکا در افغانستان بگوید نیروهای امنیتی آن کشور با چالش های زیادی روبرو هستند آنها از یک سو درگیر جنگی بیوقفه با طالبانند و سوی دیگر به تازگی دریافتند که شماری از اعضایشان که توسط ارتش آمریکا آموزش نظامی دیدند به طالبان پیوستند برگردان گزارشی از آیشه تنظیم خبرنگار بخش دری صدای آمریکا توجه کنید پیمان نظامی آتلانتیک شمالی یا ناتو مدیریت ضعیف سطوح پایینی دولت افغانستان را دلیل جذب نیروهای آموزش دیده افغان به طالبان می دانند. در حالی که آمریکا و متحدانش در ناتو میلیون ها دلار صرف آموزش نظامی نیروهای افغان می کنند تا با طالبان بجنگند. فرماندهان واحد های کوچکتر اسلحه و مهمات در اختیار سربازانشان نمیگذارند هیچ گونه امکاناتی حتی غذا به اونها نمیدن معلومه که این افراد به خود میگن برای چه باید وقت رو تلف کنم و برای این آدم بجنگم در نتیجه ما فکر میکنیم این مسئله قطعا از ضعف مدیریت سطوح محلی و پایینی ناشی میشه این موارد هنوز به شهرهای بزرگ و مناطق امن افغانستان کشیده نشده و در حال حاضر تنها به مناطق روستایی و نواحی محدود می شود که مدام آماج حمله های طالبانند و بیش از سایر مناطق نیاز به حضور بیشتر نیروهای امنیتی دارند. البته دولت افغانستان قبول نمی کند یا نمی خواهد قبول کند که سربازانش به میل خود به طالبان می پیوندند. می گوید طالبان آنها را به اسارت می گیرد. مشکل اصلی این است که سربازان ما امکانات کافی و تجهیزات لازم را برای مقابله با حمله های پیچیده طالبان ندارند در نتیجه خیلی راحت به اسارت گرفته می شود افراد آموزش دیده پلیس و ارتش افغانستان با پیوستن به طالبان نه تنها اسلحه و مهارت های را با خود میبرند بلکه بسیاری از تکنیک های نظامی ارتش آمریکا را هم به طالبان منتقل می کنند